این یکی از مراکز صحی در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان است که زنان زیادی کودکانشان را برای تداوی به اینجا آوردند. این زنان میگویند که سال پار بیشتر کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا بودند. اما پس از تطبیق واکسن این مریضی، اکنون رقم ابتلا به سرخکان کاهش یافته است. قبلا زیاد سرخکان بود، طفلا زیاد تلف میشد، دیگه دوا نبود، ولی فعلا طفلا که در سابقه تلف شدن اونا دوا نیافتن، سبب دوا اینا در جا پیدا نشد، ولی فعلا شکر در جا کمتون پیدا میشه، ولی ما میخوایم که یک کلینیکی ساز باشه. بیادر خیلی نمی با کمک خدا وقتا نمی حسابی نمی واکسین ها آمده در ایجا رم در خانه به خانه رم در مسجد ها میان واکسین میشون، شکر خوب هستن، دیگه دفعه نم بگیرشون هم بسه بکیلشون میکنن. دکتران در شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند در ماه‌های پسین میزان مراجعه کودکان مبتلا به سرخکان به این شفاخانه به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در سال 2022 واقعات سرخکان در بدخشان خیلی ها زیاد بود که تقریبا در حدود 8787 نفر ما داشتیم و متاسفانه 21 طفلکی اثر اختلالاتی که او میزل یا سرخکان به وجود آورد موقعات فوتی هم داشتیم. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت میگویند که میزان ابتلا به بیماری سرخکان در این ولایت نسبت به سال پار 95% کاهش یافته است. خوشبختانه امسال واقعات سرخکان ما بسیار کم داریم که از نظر کلینیکی یک چند واقعه بسیار محدود است، ولی لابراتوار اونا را تایید هم نکده و هر سمپل هم که روان شده نتیجهش نامده و منفی است. مسئولان صحت عامه بدخشان علت کاهش ابتلا به بیماری سرخکان را تطبیق واکسن این مریضی و افزایش کمپاین آگاهی عامه عنوان می کنند.